جشن نوروز از کهن‌ترین و دیرپاترین جشن‌های این مرز و بوم است که ریشه آن برمی‌گردد به زمان‌های کهن و اساطیری آریانای قدیم. بیشترین تاریخ نویسان و نویسندگان گذشته جشن نوروز را به جمشید، یکی از پادشاهان قلمرو فارسی زبانان، نسبت می‌دهند، ولی عده دیگر آن را پیشتر از جمشید می‌دانند. عقیده بر آن است که نوروز را به خاطر آغاز سال نو در آغاز تاریخ نیز حرمت می نهادند. با این همه مردم در برخی ولایت‌های کشور با رفتن به بلندی‌ها و زیارتگاه‌ها این روز را تجلیل می کنند. بیشتر خانواده‌ها برای آمادگی بهتر تجلیل از این روز نوشیدنی و خوردنی‌های لذیذ مانند هفت میوه، سمنک و دیگر غذاهای ویژه را نیز آماده می کنند. سمنک نداشتیم اما هفت میوه انداختیم. دیگر تمام آمادگی‌ها را گرفته بودیم با جز سمنک. افسینم یکی از رواجای ما هست که ما جور کرده بودیم دسترخوان افسین. بیشتر می خواهیم که مردم افغانستان در این سال باید خوش باشه، دور آری از همه جنگ و خشونت و انتحاری و همچو گپا دور باشن. از سوی هم میله قلبه‌کشی، نهالشانی و روز دهقان فرصت بزرگ داشت و سپاس از تلاش و پشتکار کشاورزان در سال جدید به شمار می رود و در برخی مناطق کشور مالداران در روز اول سال با نمایش گاوها، گوسفندان، اسبهای سمند و بهره کشاورزی جایزه به دست می برند. در همین حال شماری نسبت به تلاش‌های برخی حلقات برای به چالش کشیدن این روز ابراز نگرانی می‌کنند. از اول صبح با تمام نیرویی که ما از خواب بیدار میشیم همگی ما به یاد از این هستیم که امروز سال نو است و یک سال را امید می داشته باشیم یا آرزو میکنیم که دور از جنگ و انفجار باشه و با امنیت باشه. این با همین آرزو ما از خواب بیدار میشیم و بعد از او با فامیل اینا سال نو مبارکی اینا میکنیم و بله به خاطر تفریح آمدیم و از هر جوان دیگه هم میخوایم که تا به مکان تفریح برن و از این روز تجلیل کنن و همیشه درد بخوانن تا که کشور ما را آباد. گفتنیست نوروز از سوی شاعران و ادیبان کشور در ابعاد مختلف مورد ستایش و ستودن قرار گرفته است. برای دهقانان فصل نوروز فصل سپری شدن زمستان و فرارسیدن فصل کشت و کار است و برای نوجوانان نیز فرا رسیدن این روز شادی و نشاط به بار می آورد. جشن باستانی نوروز که از دیر زمان است در این سرزمین تجلیل از آن صورت می گیرد، سرانجام با همه بیم امیدی که فراراه این سال وجود داشت فرا رسید و شهریان کابل دست دسته به خاطر تجلیل از این روز در مکانهای تفریحی حاضر شدند تا از این روز لذت ببرند. بصیرالله شیوان، نورین، کابل.